جلسه قبل در مورد dependency injection در مورد سرویس کانتینر به طور خاص داخل سیمفونی صحبت کردیم. دو تا اسلایدش مونده، بعدش بریم رو مبحث بعدی. یکی بحث تگ‌ها هستن. تگ‌ها خیلی چیز خاصی نیستن. شما ممکنه مثلا یه سرویسی فرضاً خودتون نوشته باشید، حالا از یه جایی گرفته باشید، که این سرویس در واقع اکستنشن یک سرویس دیگه باشه، شبیه مثلا پلاگین یا ادنی سرویس دیگه باشه. با مشخص کردن تگ‌ها در واقع دارید میگید که این سرویس رو توی چه سرویس دیگه باید رجیستر کنیم. خب مدل در واقع نوشتن اکستنشن برای اکستنشن های مختلف برای کامپوننت های باندل های در واقع توی سیمفونی دو به این صورت میشه. شما یه سرویس در واقع می‌نویسید و با تگ مشخص می‌کنید که این سرویس اکستنشن چه سرویس دیگه ایه. برای مثلا ممکن شما مثلا یه سرویس بنویسید که یه دونه تابع، یه دونه فانکشن به مثلا تویگ اضافه کنه. اگرتون باشه توی دو تا براکت مثلا یه سری برای مثال مثلش کسی یادشه توی تمپلیت ها چه چیز استفاده میکردیم که مثلا به خود تمپلیت مرتبط نبود، برای مثال به سیمفونی مرتبط بود. اگه خاطر باشه مثلا تابع اسست یا همچین چیزی بود که در واقع سیمفونی داشت برای اون فراهمش میکرد، مال خود تویگی نبود. اون در واقع اکستنشنه که به این صورت در واقع نوشته شده. خیلی خوب. و یه دستور کانتینر دو نقطه دیباگ هم هست که اگر اجراش کنید تو همون کنسول پی اچ پی، در واقع تمام سرویس هایی که در اختیار مثلا برنامه شما قرار داره در واقع اینجا نشون میده. اینجا اسمش داره میگه، اینجا میگه از چه کلاسی در واقع ایجاد میشه و اینجا اسکوپش داره میگه. اسکوپ خاطرتون هست؟ یه چیزی هم داش نگفتم. اسکوپ یه دونه سرویس در واقع میگه که این مدت عمرش چقدر هست. ببینید شما مثلا میگید که این سرویس به من بده، آیا این سرویس اگر قبلا وجود داشت بازم کم کم باید بهتون بده یا باید یه جای دادش بسازه. سیمفونی به صورت دیفالت سه تا اسکوپ فکر میکنم داره. یه اسکوپ کانتینر هست که به این معنیه که این از این سرویس یه دونه بعد برای کل برنامه من کافیه، نمیخوام فقط یه دونه نیو بشه ازش همه کاری منو انجام میده. برای مثال داکترین یه کلاس که یه سری سرویس داره به برنامه ما میده، یه دونه ازش کافی وجود داشته باشه همه برنامه میتونن از اون استفاده کنن. اگر که پی اچ پی اگه خاطرتون باشه به ازای هر ریکوستی که ما میدیم در واقع یه بار از اول بعد همه در واقع آبجکت ها و اینها ساخته بشن، چیزی بین ریکوست مگر اینکه داخل سشن باشه باقی نمیمونه. اگه یه وقت همچین قابلیت فراهم شد در واقع این کانتینر ها باعث میشن که داخل هر ریکوست در واقع نیاییم یک دفعه مثلا کل اون درخت سرویس همون رو بسازیم. یه نوع دیگه داره به نام نوع پروتوتایپ که الان اینجا تو اینجا که حداقل نیست. نوع پروتوتایپ هست؟ آها پروتوتایپ اینجوریه که هر بار که میگید بده یه دونه جای دادش میسازه بهتون میده. یعنی هیچ هر وقت شما get مثلا بنویسید get asset.controller یه دونه جدید بهتون میده. خب هیچ وقت از قبلی استفاده نمیکنه. و یه دونه هم هست request. request هم اینجوریه که به ازای هر request یه دونه ازش وجود داره. یعنی وقتی یه request جدیدی ایجاد شد یه دونه جدید ازش وجود میاد. یه دونه request جدیدی ایجاد شد باز یه دونه جدید ازش وجود میاد. خیلی خوب. عملا تو پیش به معمولی که ما اجرا میکنیم بین کانتینر ریکوستش فرقی نیست. ممکنه شما یه وقتی از این کانتینر در واقع ریکوست یه چیزی هست که فریمورک باندل به اسکوپ اضافه میکنه. دو تا اسکوپ استاندارد پروتوتایپ کانتینر هستن. خود استیم باندل استیم در واقع باندل HTTP که داره ریکوست اضافه میکنه به در واقع این کامپوننت کانتینر. خیلی خوب. حالا یکی از مزایایی که گفتیم مثلا این اینورژن اف کنترل رو به طور خاص دیپندنسی اینجکشن دارن این هست که تست کردن برام ساده می‌کنم. حالا یه مقدار کلا در مورد تست صحبت کنیم.
کلن میگن داخل برنامه که می‌نویسید دو جور تست میتونید براش بنویسید، تست های واحد یا یونیت تست ها و تست های عملیات. حالا این تست های عملیاتی به خصوص داخل برنامه وب معنی پیدا میکنن. تست های واحد چی هستن؟ مثلا فرض کنید شما یه تابعی نوشتید که قراره یه کار خیلی مشخصی، یه کلاس نوشتید که قراره خیلی یه کار خیلی مشخص انجام بده. برای مثال چی؟ برای مثال یه کلاس ماشین حساب نوشتید، برای یه سر عدد بتونه با هم جمع کنه، در هم ضرب کنه، تقسیم کنه، اینجور چیزها. یه تست واحد یا یونیت تست به چه معنیه؟ این هست که کارهایی که قراره این کلاس انجام بده رو تست کنید. حالا جلوتر می‌بینیم، مثلا فرض کنید انتظار دارید که مثلا جمع 2 و 2 رو بهتون بگه 4. خب یه تست اون کلاس هست. حالا ممکنه مثلا کلاس پیچیده‌تر باشه، مثلا فرض کنید کلاس قراره که مثلا یه رگولار اکسپرشن عجب غریب مثلا روی استرینگ اجرا کنه و یه سری مثلا تگاشو حذف کنه. خب مثلا شما انتظار دارید که مثلا یه دونه استرینگ ورودی بهش بدید، اون چیزی که مد نظرتون هست در واقع به عنوان خروجی در واقع به شما بده. در واقع یونیت تست ها یه قسمت مشخصی از برنامه رو با ورودی دادن و خروجی گرفتن در واقع دارن تست می‌کنن. تست های عملیاتی تستی هستن که در واقع برنامه رو به صورت کامل دارن تست میکنن، مثل اینکه یعنی یه قسمت خاص تست نمیکنن، برنامه به طور کامل داره اجرا میشه. برای مثال روی وب سروری هست و برنامه داره اجرا میشه و شما به عنوان از دیدگاه یک یوزر دارید به برنامه نگاه میکنید. برای مثال انتظار دارید که روی لینک کلیک میکنید یه اتفاق بیفته، یه فرم رو سابمیت میکنید. برای مثال اگر که مثلا اروری داخلش وجود داره، مثلا این صفحه پیغام ارور بهتون نشون میده. یه همچنین چیزهای تست های عملیاتی برنامه‌تون هست. برای اون تست های واحد لزوم نداره کل برنامه‌تون در حال اجرا باشه، شما یه نمونه از این کلاس برای مثلا همون کلکیولیتور کلاس ماشین حسابتون داشته باشید کافیه دیگه. اصلا ممکن بقیه تیکای برنامه‌تون اصلا اجرا نشن هیچ وقت، شما همون تیکه‌ای که مد نظرتون هست تست کنید در واقع صرفا از اون وجود داشته باشه. تو تست های واحد همونطور که گفتم کلا یه سری تست داریم انجام میدیم، یه سری چیزها رو داریم اسرت میکنیم، ازشون مطمئن داریم میشیم. برای مثال داریم مطمئن میشیم که 2 به اضافه 2 مثلا 4 هست. خب این مثلا تست چیه؟ تست جمع داخل پی اچ پیه مثلا. یا مثلا فرضاً یه سری کد نوشتید بعد انتظار دارید که خروجیتون حداقل یه چیز توش باشه، و یا همچین چیز مثلا میگید که سایزش مثلا فرضاً سایز خروجی مثلا یه ریکوست مثلا از دیتابیس مثلا. خب انتظار دارید که مثلا یه خروجی داشته باشه، همچین چیزی می‌نویسید. کلا مثلا دنبال این هستید که مطمئن شید این چیزا با هم مساوی هستن، این چیزا درستن، اینجور چیزها. خیلی خوب. این ببینید اینجا مشخص میشه که اون ایمرژن آف کنترل چه نقشی داره داخل تست کردن ما. ببینید مثلا فرض کنید که من یه برنامه نوشتم قراره سری تراکنش بانکی انجام بده، بعد میخوام اینو تستش کنم. بعد وقتی میخوام تستش کنم اولا به دو دلیل ممکن خوب نباشه که از اون سرویس اصلی مثلا اتصال به بانکی که مثلا وجود داره استفاده کنم. یکی ممکنه دیتا اونجا مهم باشه. خب مثلا توی تست من مثلا فرض کنید دارم مثلا انتقال بین حساب ها مثلا انجام میدم و اینها، خیلی راحت نباشه که مثلا فرضاً به این مقدار زیادی مثلا به اون مثلا درگاه بانکی که مثلا دارم، مثلا یه بانکی در اختیار من قرار داده، مثلا هی درخواست بزنم که این پول بریز اینجا، این پول بریز اینجا، اینها. برای تست کردن من چیز خوبی نیست، اونو تو محیط واقعی بعد ازش استفاده کنم. خب چیکار میکنم؟ میام یه درگاه بانکی، یه بانک فیک می نویسم، یه بانک ماک می نویسم. اشیاء ماک در واقع سرویس ها یا آبجکت هایی هستن که اون کاری شکلشون شبیه اون چیز هست که واقعا وجود داره، ولی اون کار اصلی انجام نمیدن، صرفا دارن ادای اون چیز اون کار اصلی در میارن. برای مثال فرض کنید ممکن این شی ما که مثلا یه دونه مثلا درگاه بانکی مثلا دو تا متغیر توش داره، مثلا صرفا گفته مثلا چون این حساب چقدر داره اون حساب چقدر داره، اساسا که بانک واقعی اصلا اینجوری نیست. یعنی من شبیه سازی کردم در واقع اون سرویس که در واقع داره این کاری بانک برام انجام میده. یا مثلا یه دیتابیس ممکنه هزینه بر باشه، من توی محیط تستم از یه دیتابیس استفاده کنم که دیتای واقعی توش باشه، یا هر چیز هر دلیل دیگه ای. خب من چیکار میکنم؟ میام مثلا به جای یه دیتابیس کامل
و اینکه مثلا فرض کنید داکترین میخواد مثلا با اون دیتابیس ارتباط برقرار کنه، داکترین مثلا ماک استفاده میکنه. این چیکار میکنه؟ من هر چی ریکوست بهش بزنم مثلا خیلی ساده نگاه میکنه، مثلا با 4 تا ریکوست از پیش تعریف شده مثلا مقایسهشون میکنه، نتیجه برمیگردونه. اینکه شما حالا چجوری ابجکتیو ماک بنویسید بسگی به تستتون داره. یعنی ابجکتیو ماک رو در واقع واقعا برای اینکه تستتون رو در واقع درست بنویسید، تستتون رو بتونید بنویسید ایجاد میکنید، تو برنامه واقعی نمیخواید ازشون استفاده کنید. یه نکته دیگه هم که داره این هست که فرض کنید که مثلا شما یه چیزی نوشتید، بعد اون درگاه بانکی مشکل داره که نمیتونه مثلا تستتون مشکل پیدا میکنه. شما در واقع دارید هم برنامه خودتون رو تست میکنید، هم یه چیزی که به شما مربوط نیست. یعنی تو یونیت تست مثلا شما دوست داشتید که مثلا کلکیولیتر رو تست کنید، کلاس کلکیولیتر رو که نوشتید رو تست کنید، بعد از قضا پی اچ پی مثلا جمعش مشکل داره خودش. خب شما میخواید اون تاثیر رو کار شما نذاره، یعنی در واقع اون چیزی که خودتون دارید رو میخواید تست کنید، نه اینکه کد خودتون و یه چیز دیگه رو تست کنید. اینجا ابجکت های ماک چون خودتون نوشتید مطمئنید که کار درست دارن انجام میدن، در واقع صرفا باعث میشن که اون ابجکتی که مد نظر شماست تست بشه، اون کدی که مد نظر شماست تست بشه، نه چیزهایی که بهشون وابسته هم هست در واقع. خیلی خوب، توی سیمفونی از PHP یونیت برای یونیت تستینگ در واقع استفاده میشه. PHP یونیت مال سیمفونی نیست، این چیز مستقلیه، نمیتونید مستقل سیمفونی ازش استفاده کنید. تست نوشتن براش هم راحت هست. فرض کنید که مثلا من توی نیم اسپیس یوتیلیتی از اون باندلی که دارم یه کلاس کلکیولیتر دارم، یه متد اد داره، دو تا عدد با هم جمع میگیره جمع میکنه، اون سرویسی که من میخوام تستش کنم. بعد برای تست نوشتن کافی برم توی فولدر تستز اون باندل هم یه سری کلاس های تست ایجاد کنم. خب کلاس های تست چه کلاس هایی هم؟ کلاس هایی هم که از کلاس پیش یونیت فریمورک تست کیس مثلا به ارث میبرن. حالا این مربوط به خود پیش یونیت در واقع، کاری به سیمفونی نداره، با تمام اسم کلاس هاش یه مقدار فرق میکنه، نیم استرس استفاده نمیکنه، ولی حالا جورای دیگه هم میتونید تست بنویسید، ولی خب این جوریش که حالا ما میبینیم. میخواید اون کلکیلیتر رو تست کنید، خوب هم هست که ساختار تستاتون شبیه ساختار کلاسه دیگه‌تون باشه. یعنی مثلا اینجا فولدر یوتیلیتی داشتید، یه نیم اسپیس یوتیلیتی داشتید، توش برای مثلا تست مثلا کلاس تستتون رو نوشته باشید، کلاس اصلیتون رو نوشته بودید، اینجا هم تو فولدر تست یه فولدر یوتیلیتی بسازید، اون تو مثلا کلاس تستتون رو بنویسید. خیلی خوب، یه سری تابع می‌نویسم، یه سری متد در واقع می‌نویسم برای این کلاسام که قرار اینا یه دونه یکی یکی اجراشن یه سری چیزا رو تست کنن. برای مثال من اگر یه دونه کلکیولیتر بسازم، بعد متد ازش صدا بزنم روی 30 مثلا 12، نتیجه تو ریزالت بنویسم، انتظار دارم که ریزالتم با 42 مساوی باشه. خب این یه تستیه که من برای کلکیولیترم نوشتم، از تابع assert equals PHP یونیت هم دارم استفاده میکنم. این رو که به ارث بودم یه همچین چیزای در اختیارم میگذاره، اسرت های زیادی در اختیارم میگذاره، اسرت های هم اسرت این که این از این بعد کوچیک‌تر باشه، اسرت این که این بعد ترو باشه حتما، اسرت این که دو تا استرینگ بعد با هم مساوی باشن، اسرت این که دو تا آره ای بعد با هم دیگه مساوی باشن، ولی آخر و خب من اینجا از مساوی بودن ساده استفاده کردم. خب اینم یه تستی که مثلا من نوشتم دیگه. بعد برای اجرا کردنش برای اینجا ننوشتم، ولی همچین چیزی کافیه بنویسید. بنویسید پیش یونیت فرض کنید با کامپوزر نصب کردید، بعد یه همچین چیزی بنویسید، تستتون رو در واقع اجرا میکنه، میره توی همه در واقع دایرکتوری های تست همه باندل ها میگرده و همه کلاس هایی که در واقع از به ارث بردن و دونه دونه متدش رو اجرا میکنه، یه ریپورت مرتبی هم تقریبا بهتون میده. بذارید اجرا کنم، نمیدونم حالا حتی من کد رو توی برنامه ننوشتم. خیلی خوب، حالا تست عملیاتی هم خود سیمفونی سر ابزارا در اختیار ما میگذاره. شاید تست عملیاتی برنامه سیمفونی دو جور میتونیم انجام بدیم، با اون ابزار تست عملیاتی که خود سیمفونی در اختیار ما میگذاره، و اینکه واقعا یه ابزاری مثلا توی بروزر مثلا کارشون باشه که مثلا تست کنه. ابزاری اینجوری هم وجود دارن، مثلا
حالا اگه می‌خواستید ببینید مثلا سلنیوم مثلا یکی از معروفاشون هست، مثلا کارشونه که شما یه تست می‌نویسید، مثلا رو این لینک کلیک کن، 5 ثانیه صبر کن، بعد مطمئن شو تایتل صفحه مثلا فلان چیز هست. اینجوری میتونید کاملا یه تست بنویسید که مطمئن شید برنامه‌تون داره درست کار می‌کنه. تعداد زیادی از این تست رو بنویسید، خب می‌تونید تمام جوانب برنامه‌تون رو در واقع تست کنید. خود سیمفونی ولی یه تست یه ابزاری در اختیار ما می‌گذاره که بدون اینکه شما داخل یه بروزر اصلا کاری انجام بدید، برنامه‌تون رو بتونید تست کنید. از همین کامند لاین چجوریه؟ یه دونه مرورگر شبیه‌سازی شده در اختیارتون می‌گذاره، یه بروزری، یه کلاس بروزری که کارش یک شبیه بروزر در واقع شبیه‌سازی شده است. کارش چیه؟ کارش اینه که شما مثلا میتونید بگید که مثلا به فلان صفحه برو، به فلان یو آر ال برو. خب بعد خب این ریکوستر رو شبیه‌سازی می‌کنه، همه چیز شبیه‌سازی شده است، واقعی وب سرور واقعی وجود نداره. خود سیمفونی رو شبیه‌سازی می‌کنه، میده به روتر، اون بخش روتینگ، بعد میره کنترل اجرا میکنه، نتیجه رو میاد مثلا برمیگردونه بهش. بعد با همین کامپوننت مثلا کرالر که داخل سیمفونی هست، مثلا میتونید ببینید که مطمئن شید که مثلا فلان پاراگراف تو صفحه پس بعد موجود باشه بعد از اینکه این لینک رو مثلا رفتن. یه سری اسرت ها میتونید انجام بدید، تایتل صفحه بعد این باشه، رنگ مثلا. البته خب یه سری چیز کارها نمیتونید کنید دیگه، مثلا اینکه مثلا جاوا اسکریپت نمیتونید اجرا کنید خب به این صورت، چون که سیمفونی قابلیت اجرا کردن جاوا اسکریپت رو نداره به خودی خود، بعد همون ابزاری تست درون بروزر استفاده کنید. ولی خب کارهای ساده رو میتونید انجام بدید، یا مثلا بگید که مثلا یه فرمیو بفرست، روی لینکی کلیک کن، همه اینها رو با همین کلاس بروزری که در واقع اینجا وجود داره میتونید انجام بدید، سری اثرتا انجام بدید. خیلی خب اینو صرفا گفتم که بدونید، فرصت نمیشه بیشتر در موردش صحبت کنیم. بس بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم اعتبار سنجی هست. اعتبار سنجی یا ولیدیشن گفتیم که چی هست در واقع؟ این هست که دیتایی که توسط کاربر داده شده، توسط کاربر به برنامه ما وارد شده رو باید اعتبار سنجی کنیم از لحاظ مختلف. برای چی؟ برای اینکه مطمئن شیم با اون چیزی که مد نظرمون هست ما فرض کردیم سازگار هست. برای مثلا فرض کنیم که کاربر شماره صفحه رو مثلا یه عدد میده، شماره پست رو یه عدد میده، خب ممکنه استرینگ بتونه بده، ما باید ولیدیت کنیم که مطمئن شیم که در واقع این حتما یک عدد هست، هم برای اینکه برنامه‌مون با ارور مواجه نشه و هم برای اینکه برنامه‌مون از لحاظ امنیتی به مشکل بر نخوره. این هر دو تای اینها مهم هستن. خیلی خوب. علاوه بر ورودیه که کاربر دارن، ورودیه که از سرویس های دیگه، مثلا فرض کنید شما از یه دیتابیس مثلا دارید یه دیتایی میگیری که این دیتابیس های خب کسایی دیگه هم ممکنه بهش دسترسی داشته باشن. خب مثلا یه دیتابیسی که لزوما همه کنترلش دست شما نیست، خب دیتایی که از اون میگیرید میخواید نشون کاربرم بدید، هم خوبه که مثلا ولیدیت کنید دیتای اونجا رو که مثلا فرضاً همون مشکل مثلا وجود تگای مثلا جاوا اسکریپت مثلا توش وجود نداشته باشه. خب مثلا شما فرض کنید که یه پست رو مثلا تگای جاوا اسکریپتش رو برمی‌دارید، وقتی مثلا طرف یه پست جدید میذاره توی دیتابیس، بعد با این فرض که اینجا ولیدیت کردید دوباره اینو بعدا میاد نشون میدید، در صورتی که مثلا یه نفر دیگه ممکنه دسترسی داشته باشه مثلا به دیتابیس شما حالا به هر دلیلی و این مشکل ایجاد کنه. بخاطر همین مثلا معمولا خوبه که مثلا یه سری ولیدیتا رو حتی روی موقع نشون دادن، موقع نمایش دادن به کاربر نشون بدیم، نه موقع دریافت کردن ازش. خیلی خوب. توی سیمفونی کامپوننت به نام ولیدیتور وجود داره که بازم مثل بقیه کامپوننت های سیمفونی دو در واقع میتونید مستقلانه ازش استفاده کنید، لزوم نداره توی برنامه سیمفونی ازش استفاده کنید. کارش اینه که مثلا یه دیتایی که شما دارید روی قسمت های مختلف اون دیتا، مثلا یک کلاس دارید که یک کلاس دیتا دارید که قراری سری دیتا داشته باشه، سری فیلد داره، روی فیلد های مختلفش سری محدودیت یا کانسترینت میذارید، مثلا میگید که این باید فرضاً یه عدد بین 1 تا 100 باشه، یا مثلا باید یه استرینگ با طول حداکثر مثلا 50 کاراکتر باشه، یا همچون محدودیت هایی میذارید. این یه مثالش. ولی مثال فرض کنید که من یه کلاس آفر دارم، بعد یه نیم داره، یه فیلد نیم داره صرفا، برای این توی در واقع ولیدیشن هم اگر به صورت کانفیگ YAML بخوام انجام بدم یه همچین چیزی کافیه بنویسم، اسم کلاس هم بنویسم، بگم برای پراپرتی نیمش نات بلانک بودن مهمه،
یعنی چی؟ یه محدودیت گذاشتم، هر نمونه از کلاس نیم هنگامی معتبر است که هر نمونه از کلاس آفر هنگامی معتبر است که نیمش بلانک نباشه، خالی نباشه. خب حالا بلانک بودن به چه معنیه؟ معنی که حداقل یه چیز غیر از اسپیس و اینها حالش وجود داشته باشه. حالا چیزای مختلفی وجود داره، نات بلانک یه مثالی از چیزایی که وجود داره. اینجا من در واقع یه دونه انتیتی دارم، یه کلاس داده رو دارم ولیدیت میکنم، میشه در واقع به یه روش های دیگه یه سری داده، مثلا یه آرایه هم میشه حتی ولیدیت کرد، یه استرینگ معمولی هم میشه ولیدیت کرد. خب حالا اینجا مثال نمیزنیم، خودتون ببینید. مثالی که اینجا زدم در واقع این هست که یه کلاس به صورت کامل رو در واقع بتونیم ولیدیت کنیم. خیلی خوب، حالا مثلا میخواد ببینید که از این ولیدیشنی که در واقع فعلا فقط تنظیم شاید بخواد استفاده کنید، در واقع کافیه که اون سرویس ولیدیتور رو بگیرید خب و روی تابع ولیدیتش و متد ولیدیتش رو روی اون آبجکتی که مد نظرتون هست اعمال کنید. این ولیدیتور، سرویس ولیدیتور اتوماتیک میره داخل فایل کانفیگ، کانفیگ داخل ریسورسز کانفیگ ولیدیتور دات وای ام ال هست، میگرده در واقع محدودیت مربوط به این کلاس مربوط به این آبجکتی که بهش دادید رو پیدا میکنه، بعد بررسی میکنه دونه دونه این محدودیت ها رو، توی این ارورز میذاره محدودیت ها رو. خب اگه این طولش صفر بود یعنی که این ولید بود، مشکلی نداشت. اگر که طولش بیشتر از صفر بود مشخص میشه که یه سری در واقع مشکلات وجود داره، مثلا نات بلانک نبوده، نات بلانک بوده برای مثال. میتونید از این روش استفاده کنید. خیلی خوب، کلیتش مشخصه دیگه. نه 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 اکسپشن، این اگه این تابع ولیدیت رو اجرا بزنید اکسپشن ترو نمیکنه، صرفا نتیجه رو داخل این تابع ارورز میذاره. حالا خودتون میتونید با توجه به این دون اکسپشن تولید کنید یا نکنید، هر کاری که خودتون دلتون میخواد کنید. خیلی خوب، انواع محدودیتی که داره زیادن، حالا من تقریبا نصفشون یک سومش اینجا نوشتم. مثلا برای همه مثلا دیتا مثلا میتونید بگید بعد نال نباشه، بلانک نباید باشه. برای استرینگ ها مثلا میتونید حداقل حد اکثر طول تعیین کنید، بگید که مثلا از فرمت ایمیل یا یو آر ال باید باشه این استرینگ که بخواد ولید باشه، یا مثلا بگید که با یه رگولار اکسپرشنی باید در واقع بخونه که مثلا ولید باشه. برای عددا مینیمکس میتونید تعیین کنید، میتونید بگید که این باید مثلا یه تاریخ باشه یه دونه زمان باشه، و یا اینکه مثلا فرضاً باید مثلا میل یا یه استرینگ باید باشه و یکی از دو حالت میل یا فیمیل حتما باید باشه، چیز دیگه نمیتونه باشه. کلا میتونید یه سری در واقع محدودیتای انواع اصلا محدودیت رو بذارید روی اون دیتایی که دارید، رو هر کدوم از دیتایی که در واقع خودتون دارید. بعد تنظیمات محدودیت هم به این صورت هست، شما علاوه بر اینکه مثلا اونجا مثلا برای نات بلانک چون تنظیم خاصی نداشتیم، در واقع چیز جلوش ننوشتیم، دیتای خاصی جلوش نداشتیم، خالی بود، ولی ممکنه مثلا این چیز مثل چویس و چویس هایی که مثلا وجود دارن براش مشخص کنید و مثلا بگید باید یکی این دوتا باشه. حالا این هم مثلا فرم با جزئیات یا حالا بی جزئیات مثلا چویس هست. هر کدوم از اون چیزایی که اینجا نوشتم و کل محدودیتی که وجود دارن یه سری تنظیمات دارن، تنظیماتش میتونید اینجوری در واقع مشخص کنید. خیلی خوب، این از ولیدیشن، از اعتبار سنجی، از این کامپیوتر ولیدیشن به همین سادگی میتونید استفاده کنید ببینید دیتاتون ولید هست یا نه. یعنی در واقع صرفا یه سری به جای اینکه مثلا ایف یه سری ایف خودتون بنویسید و اینها، از این همچون مدل استفاده میکنید برای اینکه در واقع هم ریوز کنید کارتون رو، هم در واقع مرتب تر بنویسید. خیلی خوب، یه کامپوننت دیگه که در موردش صحبت کنیم، کامپوننت فرم توی سیمفونی هست. فرم ها چی هستن؟ فرم ها اگه داخل از HTML یادتون باشه، یه تگ فرم بود، یه سر اینپوت داشت و احتمالا مثلا یه دونه تگ اینپوت از نوع سابمیت داشت که اقیم فرم ارسال میکرد برای در واقع برای ویب سرور، و ویب سرور حالا یه کاری میکرد روی این. خب کامپوننت فرم داخل سیمفونی چند تا کار انجام میده. یکی این که کمکتون میکنه که بدون نوشتن HTML یه فرم ایجاد کنید، صرفا با تعریف کردن فیلد هاش. مثلا بگید من یه فیلد دارم به صورت در واقع حالا با تنظیمات یا با نوشتن کد،
بگید یه فیلد دارم مثلا به اسم مثلا نیم، تایپش هم تکسته. یه دونه فیلد دارم مثلا به اسم ایج، تایپش مثلا عدده. خب همینا رو میتونید مثلا مشخص کنید. بعد اولا میتونه نمایش بده این رو، خب یعنی که بدون شما اون کد HTMLش رو بخواید بزنید خودش مثلا براتون تولید کنه این کدو. و دوم من بایند کنه به درخواست در واقع این فرم. مثلا شما یه فرم مثلا یه کلاس فرم دارید مثلا دوتا انتیتی مثلا نیم و ایج داره، بعد اینو یه وقت نمایش دادید، حالا ارسال شده دیتاش. خب یعنی یه همچین چیزی. شما یه کلاس مثلا یه فرم دارید، حالا به هر صورتی مثلا فرم مثلا رجیستر فرم، بعد این مثلا یه دونه نیم داره و مثلا یه دونه ایج داره. حالا اینو میگم چجوری در واقع کاملا مشخص میکنید. اولا کاری که انجام میده این رو تبدیل میکنه به فرمت HTML یعنی مثلا یه تگ فرم مثلا ایجاد میشه که یه سری اینپوت های ایجاد میشن و الی آخر. و وقتی این فرم رو سابمیت میکنید دیتا کجا میرن؟ میرن توی اون ریکوستی که در واقع دارید دیگه. مثلا اسمش ممکنه دلیل ریکوست باشه، از نوع HTTP ریکوست بود اگه خاطرتون باشه. کاری که میکنه که این دیتا رو هم میتونه تبدیل کنه برگردونه در واقع به این فرم تبدیل کنه. خب یعنی دیگه شما لازم نیست با اون ریکوست مستقیما کار داشته باشید و میتونه با اون در واقع کامپوننت ولیدیتوری که وجود داشت هم اینتگریت بشه، از اون استفاده کنه برای اینکه دیتاتون در واقع ولیدیت کنه. خب ببینید که آیا اون دیتایی که سابمیت شده راست اتوماتیک مثلا این چک انجام بده که اون دیتایی که سابمیت شده آیا مثلا دیتای ولیدی هست، دیتای معتبری هست یا نه. خیلی خب، برای اینکه یه فرم ایجاد کنیم کافی هست همچین چیزی یه کلاس انتیتی بسازیم توی در واقع توی باندلمون توی انتیتی هامون. این انتیتی ها رو یه جای دیگه هم می ساختیم اگه خاطرتون باشه. کجا بود؟ وقتی با داکترین داشتیم کار می کردیم در واقع این انتیتی ها بودن که در واقع اکتیو رکورد هامون بودن و مثلا باشون کار می کردیم، یه سری متد داشتن، یه سری در واقع داخل دیتابیس پرسیست می شدن الی آخر. انتیتی ها کلن توی باندل سیمفونی به این معنی که اون کلاس های نود دادمون هستن. خب حالا ممکنه صرفا برای این نباشه داخل دیتابیس ذخیره‌شون کنی، ممکنه چند تا استفاده شو باشن. ممکنه مثلا من همین انتیتی کامنت رو هم برای فرم هم استفاده کنم، هم برای اینکه داخل دیتابیس ذخیره کنم استفاده کنم و حالا فقط یکیشون استفاده کنم، یا فقط برای ولیدیشن برای مثال استفاده کنم. در صورت کلاس انتیتی داخل سیمفونی به معنی اون کلاسایی هستن که دیتا دارن نگه می‌دارن، صرفا کار دیگه انجام نمیدن. خیلی خب، من اینجا انتیتی کامنت دارم که یه فیلد کامنت داره. خب حالا میتونستم این فیلد رو پابلیک بذارم، حالا پروتکتد گذاشتمش و براش گتر ستر درست کردم. سیمفونی یه کاری که انجام میده این هست که اگر شما بگید به یه فیلد دسترسی پیدا کن ولی مستقیما نتونه دسترسی پیدا کنه، به صورت اتوماتیک سعی میکنه از گتر سترش استفاده کنه. خیلی جاها به مثال تو اون ولیدیشن من مثلا گفتم که نیمش مثلا باید نات بلانک باشه، این همچون چیزی نوشتم. اگر که نتونست مستقیما به نیمش دسترسی پیدا کنه سعی میکنه با گت نیم در واقع بگیره دیتاشو بالاخره، یا اگر میخواست چیزی رو بنویسه با ست نیم سعی میکنه این کار انجام بده. خیلی خوب، برای اینکه فرم بسازم بر اساس این انتیتی که درخواست ایجاد کردم برای مثلا یه دونه کامنت میسازم، ست کامنتش میکنم، بعد از یه چیزی به نام فرم بیلدر استفاده میکنم. فرم بیلدر در واقع یه سرویسیه که خود سیمفونی مثلا رجیستر کرده در اختیار من میگذاره. میگم بر اساس این کامنته که ساختم و یه سری توضیحات در مورد اون فرم میدم. خب میگم که فیلد کامنتش از نوع تکست هست. خب این در واقع بخش معرفیه در واقع معرفیه فیلد هام هست. الان میگم که از روی این کلاس، از روی این انتیتی برای من یه دونه فرم بساز و کامنتش یه دونه تکست هست. خب شما اگر که
اینم نمی نوشتید خودش یه حدسایی سعی می‌کرد بزنه بر اساس اون چیزی که مثلا اونجا نوشتید، بر اساس حالا مثلا مقدار اولیه‌ای که ممکنه مثلا اینجا داده باشید، ممکنه اینجا مثلا توی کانستراکتوری اینجا سری مقادیر اولیه داده باشید، خودش سعی می‌کنه حدس بزنه که یا بر اساس مقادیری که الان وجود داره بر مثلا نگاه می‌کنه ببینه که الان مقدارش یه دونه استرینگ، پس احتمالاً منظور شما از این که مثلا یه دونه فیلد بسازید تکست بده، یعنی خط لزومی هم نداشت بنویسید، خودش سعی می‌کرد حدس بزنه. و گت فرم که بنویسید در واقع یه دونه آبجکت از نوع فرم در واقع بهتون میده که اون فرمی هست که میتونید باهاش کار کنید. این فرم در واقع اون چند تا کاری که میتونه گفتم میتونید روش انجام بدید، اینکه رندرش کنید، یعنی توی تبدیلش به HTML کنید، بایندش کنید به یه ریکوست، ولیدیتش کنید و کارهای دیگه. خیلی خوب، من کافیه که برای رندر کردنش یه دونه مثلا تمپلیت داشته باشم، خب، و این فرم مثلا به عنوان فرضاً پارامتر فرم به اون تمپلیت چیزی که کرییت ویو از این فرم برمیگردونه رو پاس کنم، خب از این فرم هم تا به کرییت ویو رو که اجرا کنم یه چیزی برمیگردونه که من میتونم به اون در واقع تمپلیت هم ارسالش کنم و توی تمپلیت هم کافی همچین چیزی بنویسم. این تیکش که تیکه اون فرم معمولیه، در واقع من یه فرمی نیستم، اکشنش رو مثلا متدش رو مشخص میکنم، اکشنش همون چیزی که خودم میخوام میذارم، حالا اینجا این داخل روتین تعریف کردم، یه تیکه فرم انکودینگ تایپ باید بذارم که این فرمی که اونجا در واقع پاس کردم تو اون رندر بهش ارسال کنم. این یه چیزیه که حالا فکر میکنم نگفتم، فرما خیلی هم مهم نیست، فرما انکودینگ تایپ های مختلف دارن، خب یعنی در واقع میگن که چجوری من این فرما رو ارسال کنم، معمولا اصلا این رو استفاده نمی کنیم مگر اینکه بخوایم فایل ارسال کنیم، خب برای اینکه یه فایل بتونیم ارسال کنیم انکودینگ معمولی ارسال جواب نمیده، خب بعد از مالتی پارت ها استفاده کنیم. حالا خیلی مهم نیست، صرفا بدونید که اینو بعد اینجا بنویسید که اگر که لازم بود فرمتون یه سری خواص خاص داشت، برای مثال چند تیکه بود یا مثلا اینجوری بود که قرار فایل ارسال کنید، یه تیکه کد خاص اینجا بعد نوشته بشه. خیلی خب، این انتهای فرمم که بستن تگ فرم و این اینپوت سابمیت، اون چیزی که خود اون در واقع فرم برام انجام میده یه همچین چیزیه. من تابع فرم ویجت رو صدا بزنم و این فرم رو بهش پاس کنم، تمام اینپوت هایی که داخل اون فرم وجود داره رو برای من نشون میده، ایجاد میکنه، یعنی در واقع یعنی من دیگه هیچ اینپوتی لازم نیست بنویسم، خودش به صورت اتوماتیک همه شو برای من ایجاد میکنه. خیلی خوب، سابمیت رو چون ممکنه شما نخواهید سابمیت بذارید، خب ممکنه مثلا فرضاً بخواید یه لینک باشه یا مثلا یه دکمه خاصی باشه، یه جور خاصی باشه. تم بذاره برش آدم چیه اینجا رو بخواد همینجا چینه آها حالا توضیح میدم بذاره جلوتر. میتونید از یه سری تابع غیر از این فرم ویجت استفاده کنید برای اینکه ریستر در واقع ایجادش کنید. اولا اینجا خودتون هم میتونید حالا مثلا با CSS و اینها یه سری کار انجام بدید، ولی خب حالا میبینیم چجور ریستر هم میشه نوشتش. خیلی خب، معمولا ما توی کنترلرمون برای اینکه فرمو پردازش کنیم معمولا این کارا رو انجام میدیم، میایم نگاه میکنیم که نوع درخواستمون چیه، آیا گت یا پست، اگر پست بود به این معنیه که یه فرم ارسال شده، اگر گت به این معنیه که نه مثلا فرمو بعد نمایش بدیم. اگر درخواستمون گت بود، مثلا فرض کنید یه صفحه رجیستر دارم، خب اگر درخواستم گت بود یعنی من فرم برای مثلا فرم رجیستر بعد نشون بدم، پس این فرمو میسازم بر اساس همین چیزی که اینجا نوشته بودیم، به چیز شبیه همین نمایشش میدم، خیلی ساده. خب اگر که متدم پست بود احتمالاً این فرم ارسال شده، خب یعنی طرف سعی کرده این فرم ارسال کنه. کاری که میکنم فرمو میسازم، بایندش میکنم، یعنی چی؟ یعنی سعی میکنم که محتوای اون فرم رو، انتیتی اون فرم رو با چیزایی که ارسال شدن پر کنم. به این کار میگم بایند کردن فرم به ریکوست، در واقع اعتبار سنجی کنم که اگه همه چی درست هست یه سری پردازش انجام بدم، مثلا اگر همه چی درست بود دیتایی که وارد شده بود ولید، مثلا داخل دیتابیس مثلا یه ریکورد اینسرت کنم که مثلا یه نفر رجیستر کرد و
در صورتی که درست نبود دوباره فرم رو نمایش بدم، یعنی مثلا مشکل ولیدیشن داشت، مثلا اسمش وارد نکرده بود یا مثلا هر چیز دیگه ای، فرم رو دوباره نمایش بدم و پیغام خطاهاش هم در واقع نشونش بدم. این فرم ویژتی که در واقع اینجا نوشتیم برای هر اینپوت چند تا چیز نشون میده. اولا عنوان فیلدر رو نشون میده، برای مثلا می‌نویسه نیم دو نقطه، اون اینپوت مربوط به این رو نشون میده، برای مثلا یه دونه تکست باکس. و اگر اروری وجود داره، خب توی فرمی که ایجاد شده اگر اروری توی بایند کردن و توی ولیدیت کردن ایجاد شده، این ارور هم نشون میده، برای مثلا می‌نویسه مثلا شود نات بی بلنگ یا همچین چیزی. خب تو خودمون ولیدیشن، حالا تو اون تنظیمات ولیدیشن میتونید پیغام رو دقیقا مشخص کنید که چی باشه. مثلا خودتون یه پیغام بنویسید، اگه یادتون باشه مثلا توی این تنظیم مثلا اینجا نوشته میسیج دو نقطه ارور، یعنی اگر اینجا مشکل برخورد پیغامی که باید برای در واقع اینا رو مشخص بشه یه همچین چیزی هست. خیلی خوب، این یه همچین چیزی میشه. مثلا من خب اینجا فرممو ساختم، این دقت کنید مستقل از اینکه درخواست من گت یا پست باشه، این فرم رو پس من دارم میسازم، ساخت فرم داخل همشون هست. خب پس من فرم رو میسازم، میام نگاه میکنم ریکوستم آیا از نوع پست هست. اگر از نوع پست بود فرم رو بایند میکنم به ریکوست. یعنی چی؟ یعنی اینکه توی ریکوستم میگرده میبینه اون دیتایی که از مربوط به این فرم هست که سابمیت شده رو میره توی این فرم وارد میکنه، تو انتیتیه که مربوط به این فرم هست، یعنی در واقع این کامنت در واقع وارد میکنه. اگه من همین خط بعدی مثلا کامنت مثلا تکست کامنت رو ببینم، مثلا فیلد کامنت رو ببینم، با اون دیتایی که طرف سابمیت کرده در واقع پر شده. بعد چیکار میکنم؟ حالا اینجاش مثلا اختیاری هست دیگه، ولی خب بهتره انجام بدین. میگم که اگر ولید هست، خب دیتای ولیدیشن رو چجوری مشخص میکنم؟ از طریق برای مثال همون تنظیمات کانفیگوریشنی که برای اون انتیتی انجام دادم. این ولیده در واقع میاد نگاه میکنه در واقع این از چه نوعی هست، میره داده های ولیدیشن مربوط به اون کلاسر رو برمیداره، کانسرتش رو بررسی میکنه در واقع. و برای مثال اگر ولید بود یه سری کارا انجام میدم، اگر ولید نبود، اگر که حالا ولید نبود یا اینکه اصلا متدم پست نبود، این انتها هم فرم دوباره نمایش میدم. خب پس در دو هنگامی که فرمم نمایش پیدا میکنه، وقتی که دیتام ولید نبود، معتبر نبود، یا اینکه اصلا فرم سابمیت نشده بود، اولین باری که مثلا این صفحه داره نمایش پیدا میکنه. این وقتی هست که صفحه‌ای که در واقع شما فرمو بهش ارسال میکنید همون صفحه‌ای هست که فرمو ایجاد میکنه. ممکنه یه نفر نه مثلا یه یورل دیگه، یه صفحه دیگه، یه کنترل دیگه بسازه برای اینکه درخواست بررسی فرم مثلا انجام بده. خب اونجا مثلا اون یکی حالتش دیگه مثلا لازم نیست هندل کنه. خیلی خوب، این الگویی هست که زیاد استفاده میشه توی در واقع بررسی فرم، این که فرم رو بسازیم، بررسی کنیم که آیا پست هست، اگر پست هست آیا ولید هست، یه سری کار انجام بدیم، اگر هیچ کدوم از اینا برآورده نشود در واقع فرم رو نمایش بدیم. در واقع یا اولین بار داریم نمایش میدیم یا در واقع همراه با ارورش داریم نمایش میدیم. خیلی خوب، در مورد اعتبار سنجی هم که صحبت کردیم، انواع فیلدهایی که وجود داره اینجا نوشتم دیگه، کلی فیلد وجود داره که اینا تبدیل میشن به یه سری چیزایی که حالا کدای HTML تبدیل میشن، بعدن حالا ولیدیشنشون هم مربوط به خودشونه. یه چیز جالبی که وجود داره تو ولیدیشن، شما میتونید برای مثال بگید که هم توی ولیدیشن هم توی فرم بگید برای مثال یه دونه کامبو باکس نشون هم بده. کامبو باکس میدونید چی دیگه؟ یه چیزی هست که فلش بغلش میزنید یه سری چیزا رو انتخاب میکنید. خب یه دونه کامبو باکس نشون هم بده که یا مثلا دیتا باید بین اینها باشه و هم کامبو باکس نشون بده که دیتاش از پیش تعریف شده نباشه. برای مثلا اینکه مثلا نوشتم میل فیمیل، خب دیتاش در واقع یه ستون از این دیتابیس باشه برای این مثال. خب یعنی وقتی میخواد مثلا فرم نمایش بده، بره یه ریکوست به دیتابیس بزنه، اون ستون رو برداره، بعد مثلا همه اونا رو نمایش بده، یا برای مثال وقتی که میخواد ولیدیت کنه بره بگرد ببینه آیا یکی از اینا هست یا نه. این امکانی که داکترین در واقع در اختیار ولیدیشن فور داره قرار میده در واقع. خیلی خوب،
مثل همون ولیدیشن هم توی مثلا فیلداتون میتونید تنظیمات داشته باشید. برای مثال همین مثلا تنظیمات این که مثلا اگر یه دونه کامن باکس میخواید نشون بدید، مثلا کالکشن میخواید نشون بدید، برای مثال چه چیزایی توش باشه، یا مثلا یه همچین چیزهایی در واقع میتونید نشون بدید. خیلی خوب. در مورد اون چیزی که شما گفتید، این که من بخوام در واقع یه تم مشخص مثلا یه مقدار جزئی تر در واقع نشون بدم که بتونم تم بذارم در واقع روی اینها، یه همچین کاری میتونم کنم. به جای اینکه اون فرم ویجت مستقیما بنویسم که همه فیلدامو بنویسه، همه اینپوت هامو در واقع خودش ایجاد کنه، میتونم یه همچین چیز بنویسم، بگم که اول فرم ارورز بنویس مثلا. خب حالا اینجا دست خودم، میتونم این بره اون برش یه چیزایی بذارم، یا مثلا یه جای دیگه از صفحه اصلا فرم ارورز رو نشون بدم. بعد فرم رو در واقع چی هست؟ مثلا مثلا فرم دات کامنت، میگم سطر مربوط به کامنت رو نشون بده. خب در واقع میتونم برای هر کدوم از اون سطرهای در واقع اینپوت هام جدا جدا در واقع نشون بدم. خب جاشون عوض کنم در واقع، اینا رو مثلا هر کاری که دارم میخواد ترتیبشون عوض کنم، جاشون رو مشخص کنم و اینها. و فرم رست هم یعنی بقیه چیزهایی که حالا خود سیمفونی ممکنه به فرم من اضافه کنه. از جمله چیزایی که سیمفونی اضافه میکنه به فرم من، اون CSRF توکنه که اگر که ارائه دوستتون رو بودید خاطرتون هست، یه چیزی هست که مطمئن میشه که این فرمه که داره ثابت میشه توسط یه صفحه ایجاد شده که توی درخواست قبلی سیمفونی ایجادش کرده. خب نه اینکه یه نفر دیگه از یه جای دیگه داره این فرمه رو سابمیت میکنه. خب یه چیزی، یه توکن امنیتیه برای اینکه مطمئن بشید که در واقع این فرم رو خود کاربری که در واقع کاربر سایت شماست ایجاد کرده، نه کسی دیگه. و حالا چیزای دیگه هم ممکنه ایجاد کنه که حالا خیلی برای ما مهم نیست. همین فرم رو هم میتونید خودش باز، اگر من کتاب سیمفونی رو بیارم، میتونید باز جزئی‌تر بنویسیدش. خود فرم رو میتونید باز جزئی‌تر هم به همش حالت بنویسید. بگید فرم لیبل بنویس که اون لیبلی که اونجا میشه، فرم ارورز بنویس که اون چیزی که اون پایین میشه، و فرم ویجت دوباره اون مثلا اینپوت باکس میشه. یعنی میتونید کاملا جزئی این فرمتون رو باز کنید که ممکنه این وسطا مثلا بخواید تیبل تعریف کنید، یه جوری در واقع قیافه فرمتون رو در واقع تغییر بدید. خیلی خوب. این فرمی که اینجا ساختیم تو همون کنترلرمون ساختیمش، خب شبیه اون چیزی که مثلا برای در واقع ولیدیشن مثلا گفتیم، حتی برای ولیدیشن هم نگفتیم. میتونید کلاس های فرم تعریف کنید. خب یک کلاس فرم تعریف کنید، خب که در واقع تو خودش مشخص کردید. تعریف کردنش هم خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، صرفا یه سری متدا رو بعد پیاسازه کنید حتما، و از یک کلاس بعد به ارث برید که در واقع این تیکه مثلا مشخص کردن نوع مثلا نوع اینپوت ها و اینجور چیزها رو تو اون کلاس تعریف کنید، صرفا برای این که بتونید بعدا مثلا تو چند تا کنترلر از این استفاده کنید، هر بار دوباره نیاد بنویسیدش. و حالا در مورد اعتبار سنجی که صحبت کردیم، داکترین خیلی با فرم ها، داکترین فرم ها خیلی با هم دیگه در واقع راحت اینتگریت میشن. شما برای اون انتیتی ها میتونید فرم بسازید، بعد برای مثال بگید که مستقیما مثلا این فرم رو بردار ببر مثلا با دیتابیس مثلا چک کن، اینجور کارها رو در واقع میتونید مستقیما انجام بدید. خیلی خوب. جلسه بعدی فکر می‌کنم خیلی کوتاه در مورد اون بحثی که آخری که تو سیمفونی مونده رو بگم، بحث پرفورمنس در پرفورمنس توی سیمفونی صحبت کنیم که دیگه بحث آخرمون هست. و بعدش هم فکر می‌کنم یکی دو تا یا سه تا از دوستاتون می‌خوان ارائه بدن، یعنی بیشتر وقت به ارائه می‌ذاره جلسه بعدی که انشالله جلسه آخر هست دیگه. یه مقداری هم شاید در مورد امتحان صحبتایی کنیم. خیلی خوب.